وقتی فوتی های ما در روز بالای 400 نفر نزدیک 500 نفر میرسه واقعا یک هشدار بزرگ برای همه ماست. البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو. اما باز هم بقیهانه مردم را مقصر دانست و گفت آمار و ارقام ما نشون میده 51% ابتلاها به دلیل رفت و آمدهای خانوادگی است. در این 4 ماه ماهانه برای هر به ازای هر نفر 100,000 تومان دریافت میکنن. اما 100,000 تومان یعنی 4 دلار چه دردی از مردم دوا میکند؟ امروز ساعت چنده؟ ساعت 6:30 عصر بندرعباس. 2 دونه گوجه 4,600 تومان. آقای روحانی، یعنی با 100,000 تومان فقط 40 عدد گوجه فرنگی می شود خرید. ماهی مثلا 22 میلیون کرایه مونه. اینو کی میخواد بیاد بده؟ من چجوری چکمو پاس کنم؟ چجوری بدهیمو بدم؟ در همین روز یک عضو مجلس آخوندی مدعی شد همین وعده 4 دلاری هم فریب و بیپایی است. اما سوال اینه که این منبعش و اختیار قانونیش کجاست؟ چون منابع مالی باید در سقف بودجه باشه، مبتنی بر احکام بودجه باشه. اگر اصلاح هم میخوان بکنن باید مجوز مجلس رو بگیرن، تصمیم میگیرن. این واقعا محل سوال هست. آقای دکتر رئیس جمهور، هر خانواده 2 تومن 3 تومن بریزن تو حساب که هیچ کس از خانه در نیاد. کسی هم به فکر ملت نیست. ملت از کجا بیاره؟ اگر از 1,000 میلیارد دلار ثروتی که در بنیادهای تحت نظر خامنه‌ای جمع شده فقط 2 میلیارد به این کار اختصاص یابد، به هر خانواده بیش از 2 میلیون تومان میرسد. این چند قلم رو من گرفتم 500,000 تومان. روزی 1,000 بار لعنت به خامنه‌ای. تو هم بگو لعنت به خامنه‌ای. خاک تو سر خامنه‌ای که امروز من از سوپرمارکت خریدم شد 500,000 تومان. این شعله ای از خشم میلیون ها ایرانی است که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.